اصننیت سلمان رشدی ترجمه و تهیه آموزش کده تبانا قدمه در بهار سال 1989 رهبر ایران آیت الله روح الله خمینی مسلمانان رو به قتل سلمان رشدی فراخوند چون به گفته او در کتاب آیه های شیطانی به باورهای اسلامی توهین شده بود این فراخوان در جامعه بین المللی با واکنش شدید مواجه شد کتاب آیه های شیطانی در اکثر کشورهای جهان عرب هند پاکستان فرانسه و آلمان غربی اجازه فروش نیافت. در ایالات متحده آمریکا هم بسیاری از کتاب فروشی ها از ترس انتقامجویی کتابو کتاب و در معرض فروش قرار ندادند. در واقع چندین کتاب فروشی در آمریکا و سایر کشورها که کتاب و در معرض فروش قرار دادن هدف عملیات بمبگذاری تروریستی قرار گرفتند و جماعات خشمگین در کشورهای متعدد این کتاب در میادین عمومی آتش زدن. سلمان رشدی در سال 1947 در یک خانواده مرفه مسلمان در بمبئی متولد شد. او در مدارس شبان روزی بریتانیایی تحصیل کرد و از دانشگاه کمبریج فارغ و تحصیل شد. در سال 1968 در خاتمه تحصیلاتش به کراچی بازگشت چون خانوادهش به پاکستان مهاجرت کرده بودند. نوشتارهای متعدد ادبی او از جمله یک نمایشنامه و یک مقاله تحت سانسور قرار گرفت. رشدی بعد از مدت کوتاهی به لندن برگشت تا در آنجا مستقر شود و به کار نویسندگی بپردازد. او پس از انتشار دو اثر تحت عناوین کودکان نیمه شب و شرم به عنوان یک شخصیت مهم ادبی مطرح شد. موضوع آیه های شیطانی تبعید فرهنگی و هویت فردی در جهانی است که در اون انسانهایی مانند سلمان رشدی هویت فرهنگی متعدد و چندگانه دارند. سلمان روشی بعد از تهدید شدن به مرگ ناگزیر پنهان شد. یک سال بعد از اون که دور از ملای و در مخفیگاه به سر برد، تعاملاتش را درباره آزمون سخت خود در مقاله‌ای با عنوان حسن نیت منتشر کرد. بخشهایی از این مقاله رو براتون می‌خونم. حسن از آخرین باری که در دفاع از داستان آیه های شیطانی سخنرانی کردم یک سال میگذره در این مدت سکوت کرده بودم اگرچه سکوت با طبیعت من سازگار نیست اما احساس میکردم صدام به حد کافی بلند نیست تا در میان قوقایی که علیه من علم شده به گوش کسی برسه امید من این بود که دیگران در حمایت از من حرف بزنند و بسیاری با فساحت تمام به این کار مبادرت کردند که در میانشون تعداد فزاینده از خوانندگان، نویسندگان و اساتید دانشگاهی مسلمان بودند. اتی متاسف و نجات پرستم کوشیدن از من و این کتاب در جهت اهداف خود به شیوهی بهره بگیرن که به باور من زننده، پلید و تحقیرآمیزه. این بلوا بر سر یک داستان آغاز شد که اثری تخیلی است و موضوع اون کیفیت ادبیاته. اغلب به نظر من اینطور میرسه که هر دو طرف در استدلال‌های خود یک واقعیت ساده را از نظر دور داشتن. آیه های شیطانی رو به اشکال مختلف توصیف کرده یا به بحث گذاشتن. برخی اونو یک کتاب تاریخی مبتزل خوندن. گروهی یک جزوه ضد مذهبی برخی نوشداری که فرایند توطعه کاپیتالیست و یهودیته گروهی حتی یک قتل و برخی اثری که نویسندهش رو میشه با هیتلر و آتیلا پادشاه قوم هون مقایسه کرد اصرار ورزیدن بر تخیلی بودن این داستان در میان این همه قیل و غال به نظرم کاری بود بس ناشدنی اجازه بدین منظورم رو روشنتر بیان کنم منظور من این نیست که کتاب آیه های شیطانی صرفا یک رمانه و جدی گرفتن اون یا حتی مباحثه دربارش ضرورتی نداره من باور ندارم که رمان از حیث ژانر ادبی کم اهمیته به شخص بیش از همه به رمان های علاقه مندم که در اونا برای نوآوری های بنیادی در زبان اشکال و اندیشه ها کوشش شده نوشتارهای نوگرا و بدعتگذار که دنیا رو از دریچه نو مینگرند. کاملا واقفم که این نو بدعت گذاری ها می موجب بیرون زدن رک های گردن برخی و برانگیختن خشم برخی دیگه بشه. اون چه میخواستم بگم اینه که دیدگاهی که من در همه زندگیم به فرایند نوگرایی در ادبیات داشتم پیامد نفرت از خود یا خود کمبینی و سرسپردگی به غیر که فرایند بنکن شدن باشه که برخی منو به اون متهم میکنن نبوده بلکه دقیقا حاصل اراده راسخ من برای خلق یک زبان ادبی و قالب‌های ادبی بوده که شاید تجربیات مردمانی که زمانی تحت سلطه استعمار بودن و هنوزم از محرومیت‌های بسیار رنج میکشن در اون به طور کامل متجلی شه آیه های شیطانی رو اگر بخوام تعریف کنم نگاه یک مهاجر به جهان این کتاب از تجربه ریشه کن شدن، جابجایی و دگرگونی میگه که همانا تجربیات یک مهاجره که به باور من میتونه استعاره باشه برای نوع بشر. اکثر شخصیت های اصلی داستان مسلمان بریتانیایی یا شخصیت هایی هستند که چندان مذهبی نیستن. ولی در خانواده های مسلمان بزرگ شدن و با مشکلات بزرگی که در داستان مطرح میشه دست به گریبان بودند. مشکلاتی که زاده در هم آمیختن دو فرهنگ مختلف انزوای مهاجران در محله های فقیر اقلیت نشین و تلفیق میان کهنه و نوعه اونا که امروز بیش از همه منتقد این داستانن بر این گمانن که آمیزش با یک فرهنگ متفاوت به ناچار منجر به تضعیف و نابودی فرهنگ اولیه میشه من کاملا عکس اونو فکر میکنم آیه های شیطانی پیوند میان فرهنگ ها، ناسرگی در فرهنگ ها، آمیختن اونها در یکدیگر و دگرگونی هایی را ارج می نهد که حاصل ترکیبات جدید و غیر منتظره میان انسان ها، فرهنگ ها، اندیشه ها، سیاست ها، فیلم ها و ترانه هاست. در آیه های شیطانی پیوند میان فرهنگ ها، گران و مطلق گرایی، ناب ها، هلناک تلقی می شه. آمیختگی در هم و برهمی و قدری از این و اندکی از اون جریاناتی هستند که در پی اونها اون چه نو تازه است وارد عرصه دنیا میشه این همانا مهاجرت توده هاست که چنین امکان بزرگی رو به جهان ارزانی کرده و تلاش من این بوده که اونو با آغوش باز بپذیرم آیاهای شیطانی هوادار تغییر از راه ترکیب و تلفیق به هم پیوستن و قرین شدنه این رمان یک ترانه عاشقانه است خطاب به خودمون که از پیوند فرهنگ متفاوت برآمدیم. در طول تاریخ بشریت پیامبرانی که ناب بودن و موعظه میکردند و اونا که ادعا میکردند پاسخ همه پرسش ها رو میدونن سلامات سنگینی بر انسان که از تبار مختلف بودن وارد آوردن منم مثل میلیون انسان دیگه یک فرزند حرومزاده تاریخم شاید همه ما چنین هستیم چه سیاه باشیم چه قهوه‌ای و چه سفید همه در همدیگه نشت کردیم به قول یکی از شخصیت های داستانی من همانند تعم هایی که به هنگام آشپزی در هم آمیخته میشن مباحثه بر سر ناب و ناسره نخالص، بر سر کشیش و پسر پرخروش بر سر خرد نابجا یا باری به هر جهت بودنها و بر سر احترام گذاشتن های اقراغامیز و خودمانی شدن های نابجا همیشه وجود داشته. بذارید این بحث ها کمکان ادامه پیدا کنه. انسان ها هم دیگر رو درک می کنن و با مباحثه همدیگر رو به چالش کشیدن، پرسش کردن و گفتن اون چه است بالاخره راه خودشون رو پیدا می کنن و آینده خود را شکل می دن. این مهم با اطاعت کردن و زانو زدن در مقابل خدا یا انسان دیگه حاصل نمیشه. من عمیقا امیدوارم آیه های شیطانی یک اثر دگراندیش یک جستار و یک پنداره تازه و بنیاد چکن باشه این اثر کتابی نیست که برخی القا میکنن مملو از پلیدی، توهین، ناسزا و دیگر هیچ کتابی که مردم رو در گوش و کنار دنیا به خیابان ما کشونده اون کتاب وجود خارجی نداره اونچه مایلم به خیلی عظیم مسلمانان عادی، پاکنهاد و بیقرز از نوع مسلمانانی که در همه عمرم شناختم و الهام بخش بسیاری از آثارم بودن بگم اینه که برای یک نویسنده اینکه شخصیت هایی که خودش خالق اونا بوده او رو ترد کنن یا به او ناسزا بگن تجربه ایس بست دهنده و دردآور. من میپذیرم که خیلی از مسلمان هم سخت کان خورده و آزرد خاطر شدن شاید اگه بخوایم گامی به جلو بریم یک راه کار همانا پذیرفتن و تصدیق متقابل درده بیایید کوشش کنیم به حسن نیت متقابل یکدیگر باور و اعتماد کنیم من کاملا واقفم که اون چه مطالبه می کنم چیز کمی نیست در این میان ناسزاهای بسیار رد و بدل شده مسلمانان را وحشی و بی فرهنگ و بدتر از اینها خوندن خود من هم از ناسزا و فوش بی نصیب نموندم با این حال هنوز بر این باورم یعنی باید این باور را حفظ کنم که درک متقابل شدنی است و میتوان بدون سرکوب اصل آزادی بیان به اون دست یافت این امر مستلزم یک لحظه حسن نیته یک لحظه که در اون همگان بپذیریم سایرین با حسن نیت عمل کردن و میکنن چطور میشه آزادی رو به دست آورد آزادی گرفتنی است دادنی نیست هرگز برای آزاد بودن باید ابتدا مسئولیت حق داشتن آزادی خود را تقبل کنید. هنگامی که آیه های شیطانی را می نوشتم فرض من بر این بود که انسانی آزاد بودم و هستم. آزادی بیان چه معنایی داره؟ بدون آزادی برای رنجاندن یا خشمگین کردن دیگری آزادی مفهومی نداره. بدون آزادی برای به چالش کشیدن دیگری و حتی تمسخر اون چه متعارف، متداول و پذیرفته شده است ولو اعتقادات مذهبی مورد تایید همگان آزادی دچار وقفه میشه زبان و قوه تخیل رو نمیشه محبوس کرد اگه کردین هنر خواهد مرد و مرگ هنر مرگ بخشی از اون چیزی است که از ما انسان میسازه آیه های شیطانی تا حدودی رویا روی یک انسان غیر مذهبی است با روح مذهب چنین مقابله ای لزوما همیشه نگاهی خصومت آمیز به ایمان ندارم. یکی از شخصیت های هندی داستان میگه اگه ما طوری بنویسیم که نسبت به چنین عقیده ای پیش دابری کنیم و اونو کم رنگ تر یا کذب جلوه بدیم آیا مرتکب نخبه گرایی و تحمیل دیدگاه خود به توده مردم نشدیم با وجود این در خلال داستان شپه ها تردیدها و حتی حول و حراس هایی مطرح میشه که شاید مورد پسند انسان های متدین قرار نگیره این شیوه های نوشتاری همیشه در ادبیات حتی در ادبیات اسلامی متداول و پذیرفته شده بود اما دیگر اندیشی این داستان در کجاست و مخالفت اون با چیست بدون تردید در این اثر حق انسان ها به داشتن ایمان و باور مذهبی امری پذیرفته شده است اگرچه من به شخصه ایمان مذهبی ندارم نوشتار به سراحت با تحمیل هر گونه عقیده متعارف و پذیرفته شده مخالفت داره در هر زمینه ای با هر دیدگاهی که نگرشی مطلق به دنیا داشته باشه و به هر شکلی ختم گفتگو مباحثه و تکرار اندیشه ها رو بر نمیتابد با فرق گرایی اشتراکی هندوها تروریسم سیک که هواپیما رو منفجر میکنه و روایت احمقانه مسیحیت از منشأ آفرینش به همون اندازه مخالفه که با تعابیر کوتاه فکرانه از اسلام امدن این چنین کرد این یکی از عجیبترین اتهاماتی است که میشه به یک نویسنده وارد کرد البته که من عمدن چنین کردم سال و اون چه من تلاش کردم به اون پاسخ بگم اینه که منظورتون از چنین کرد چیست اون چه من نکردم توته علیه اسلام بود یا اینکه بعد از سالها مبارزه با نجات پرستی و قلم زدن در اون وادی داستانی ننوشتم که به برانگیختن تنفر نژادی بیانجامد یا هیچ کار آنچنانی از این دست نکردم من قادر به چنان کارهایی نیستم شاید اگه شبه منو می ساختن اون شبه قادر به انجام چنین کارهایی بود اما من نه آیا اگه میتونستم از قبل اون چرا که رخ داد پیش بینی کنم به نحو دیگه ای می نوشتم؟ صادقانه میگم پاسخ این پرسش رو نمیدونم آیا حاضرم متنی رو که نوشتم حالا تغییر بدم؟ نه حاضر نیستم برای این کار خیلی دیر شده به قول فردریش دورنمات در کتاب طبیبان اون چرا که یک بار به اون اندیشیدی دیگر نمیتوان از اندیشه زدود من اولین نویسنده ای نیستم که در عصر مدرن از سوی بنیادگرایان اسلامی مورد آزار و حمله قرار گرفتم احمد کسروی، نویسنده معروف ایرانی که به ضرب چاقوی متاسبان مذهبی از پا در اومد و نجیب محووز نویسنده مصری و برنده جایزه ادبی نوبل که چندین بار تهدید به مرگ شده ولی خوشبختانه هنوز با ماست در میان افراد مشهوری هستند که به همین شیوه قربانی شدند من اولین هنرمندی نیستم که متهم به توهین به مقدسات و ارتداد شدم این نوع ها به احتمال غریب به یقین عملا متداول ترین حربه هایی هستند که بنیادگرایان اسلامی برای تهدید و قید و بند زدن به قدرت خلاقیت در عصر مدرن به اون متوسل میشن. تا اونجا که به رهبران مسلمان بریتانیایی مربوط میشه اینا باید بدونن که نمیشه همه چیز با هم داشت. حضرات گاه میگن من مطلقا بی اهمیت هستم و اونچه اهمیت داره کتابه و گاه در مساجد سراسر سر کشور گرد همایی تشکیل میدن و از دعوتی که برای قتل من شده حمایت میکنن از یک سو میگن تابعی قوانین این کشورن اما از سوی دیگه میگن قوانین اسلامی برای اونا حائز رجحان معنوی است میگن مایل نیستن قوانین بریتانیا را نقض کنن اما فقط تعداد بسیار قلیلی از اونا حاضر شدن تهدید علیه جان منو لغو کنن لازمه آقایون موضع خودشون رو روشن کنن آیا ایشون شهروندان دموکراتیک یک جامعه آزاد هستن یا نیستن آیا اونا خشونت رو رد میکنن یا نمیکنن حالا بعد از گذشت یک سال زمان اون رسیده که مواضع همه قدری شفاف باشه اما خطاب به جامعه مسلمان در کلیت اون در بریتانیا، هند، پاکستان و در سایر نقاط دنیا مایلم بگم از نویسندگانتون نخواهید داستانهای تخیلی معمولی یا نمونه بنویسن اون گونه آثار بدون استثناء کتابهای بیخاصیت هستند. پویایی ادبیات و یک اثر ادبی در استثنایی بودن منحصر به فرد بودن و ویژگی های خاصی است که در تصورات یک نویسنده وجود داره که ممکنه ما به عنوان خواننده در نهایت مسرت و با شگفت زدگی پژواکی از تصورات خود را در آن بیابیم هر کتابی روایتی از جهان اگه اونو نپسندیدین اونو ندیده بگیرید یا در مقابل روایت خودتون رو عرضه کنید یه نکته دیگه که مایل به تذکر اون هستم برای اونا که معتقد به خدا هستن زندگی بدون ایمان به خدا عین حماقت بیهودگی و خفت باره برای اونا که ایمان ندارن اینطور نیست پذیرش این باور که دنیا همینه که هست تی کردن زندگی در آن و به سوی مرگ رفتن بدون اتکاب به مذهبی که تسلای روح انسان باشه به باور ما ناباوران مستلزم دست کم همون اندازه شهامت و انضباطی که رو آوردن به ایمان در دنیای شما دنیاگرایی و آثار ادبی که در این باب خلق میشه شایسته احترام شماست نه تحقیر موج عظیم آزادی جهان را در خود گرفتم اونا که در مقابل این موج مقاومت کنن در چین در رومانی ناگزیر خودشون در حمام خون خواهند یافت مایلم از مسلمانان درخواست کنم اینجا روی صحبت من با خیلی عظیم مسلمانان عادی پاک نهاد و بیغرزی است که در تصورم این نوشته را خطاب به اونا نوشتم که بر این موج سوار و با اون همسوشن از خونریزی بپرهیزند و اجازه ندن رهبران مسلمان موجب شن آزادمنشی مسلمانان به چشم مردم دنیا کمتر از اون چه هست بنماید آیه های شیطانی یک اثر مهمه که از نگاه انسانی نوشته شده که معتقد به خدا نیست بذارید مؤمنان این را بپذیرند و از آن بگذرید شما می توانید برای دانلود رایگان کتاب و شنیدن کتاب های صوتی به کانال کتاب و کلاس توانا به نشانی ادساین توانا مراجعه کنید